بسیار خب بچه ها سلام، خیلی خوش اومدین. بازی دیگه ای داریم با سناریو زودیاک 12 نفره با پلیر هایی که هر کدوم بهتر از دیگری بازی میکنن. بس پلیر توشون هست و ببینیم که بازی جذاب در میاد یا نه. بریم برای توضیح نقش. همه ماسک روی صورت لطفا نشون بده. ماسک روی صورت به سرعت لطفا ماسکا رو صورت تکیه بدید لطفا عقب. من کامل هم میزنم کارتا رو و از رو توضیح میکنم. بسیار خب، همه نقش دارن، ماسکا رو روی صورت بردارید. بریم برای روز کوری و ناآگاهی، روز معرفه، روز صفر. سر صحبت کی میخواد باشه؟ عماد. از اینجا شروع میکنیم، در جهت عقربای ساعت میچرخه، به اصل میرسیم. بفرمایید. سلام بچه‌ها، عماد بازی هم خوشحالم باهاتون بازی میکنم. تو ساید مافیا میخوام امشب فقط با حامد شارزا آریان چشوا کنم. کسی مشکل داره؟ فقط امیدوارم که شهروند تبر نشید. نکست. بفهم. سلام بچه ها، سایم، خوشحالم با اتون بازی میکنم. بچه من به اندازه کارتم سعی میکنم بازی کنم. ببین عماد، من بازم میگم از دیالوگ تو نمیفهمم شهری یا مافیا، جسورانه سردست میگیری و حالا دوست این دیالوگ تکراری و همیشگی تو میگی، ولی باز بازی در نمیاد. من عماد و فعلا تکلیفشو تا آخر دست مشخص میکنیم، حالا یا دست بعد ببینیم چیه. بچه من اصولا تارگت فیلینگی نمیزنم. سلام به همگی. میگن اسمش بازی مافیاست ولی اسمش زندگی. خانم من با آقای سردست کار ندارم ولی با شما کار دارم. این دیالوگ شما برای من مشکوکه. شما فیلینگی دوست نداری؟ حداقل احساستون چرا نمیگی؟ به ایشون الان تارگت مستقیم زدی یا نزدی؟ من به شما تارگت میزنم، من به امین دارابی تارگت میزنم، به آقای حسین استاد عزیزم تارگت میزنم، ببینیم چی میشه. مرسی. سلام دوستان، من عرفانم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی. آقا به نظر من قبل از من که مافیا نشسته، چون برای اندازتون که خیلی متفاوت بوده، اینجا که لوکیشن مافیا است. من فقط یه چیزی مطمئنم جابر مافیاست، قطع به یقین سروش مافیاست. بریم تو جنگ، فردا قرار روز داغی باشه دیم. ببین عماد، حقیقتش به نظرم خیلی سعی کردی تمیز شروع کنی، ولی فعلا شهروندی. ببین چی میشه. رفقا عرض ادب، حامدم، همچنان خوشحالم باهاتون بازی کنم. ببین عماد، حالا تو که میگی من مافیام، ولی میخوام با حامد و آریان چشم باز بکنم دیگه، ولی متاسفانه با من چشم باز نمیکنی. من تو رو قطعی که نه، ولی خیلی احتمال زیاد مافیا دارم، همینجوری که الان کلا هم ریختی دوباره. خب مثل دسته پیشم هم ریختی، همش هم کلا هر کی هم که باهات حرف میزنی یا چشش میشه کلا صورتت آویزون میشه. خب شما وقتی که داری به اون خانم تارگت میزنی، اون میگه من اونو هیچی ندارم. خب پس بعد به جفتشون تارگت بزنی. وقتی اون میگه من هیچ تو رو هیچی ندارم، پس یعنی تارگت نزده دیگه، پس بعد به جفتشون تارگت بزنی. این اشتباهه. شما هم نفر دوم وقتی که بهت میفته نباید بگی من فیلینگی تارگت نمیزنم، باید تارگت تو بزنی، باید بذاری دست به چرخه. خب من از این طرف به سارا و به جابر تارگت میزنم. دوست دارم یه تارگت هم با ایشون مشترک بشه. تو فردا بلند شو کره ما دوتا رو بگیر. آره عرض ادب رفقا، ما امیر حسینم و خیلی حال میکنم که باهاتون بازی میکنم.
به نظر من سایه تو بازی شهروندیت که این نیست. شهروند پر جنب و جوش تری هستی به نظرم. اوکیه، الان روز بلایند اصلا اتفاق خاصی نیفتاده. قبل تو مافیاه، پشت تارگت بزن ببینم کدومشون مافیاست. پشت تارگت بزن. فردا باید اونجا اول اظهار موزه کنی، بعد بیا اینجا گردن بگیری، جنگ کنی. فردا توی مافیا باید ببینی اونجا چش وا می‌کنی. تو که به نظرم من قطعی تو این دک. دیسلایک نره فردا منو بکن بیرون. من که تو این بازی فعلا شهروندم، خیالتون راحت. هر موقع خواستی منو بکنین بیرون، یه جایی منو بکنین بیرون که استعلامتون نسوزه، مثلا روز یک و دو که خیالتون راحت شه. این داداش فعلا به نظر من فقط مافیه. حامد شارزا تو صبح شهروند بای تارگیش و تارگیت نیم. به توکل نامعظم. سلام دوستان، جابر بازیم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. خانم سایه، شما پشتیم این تارگت فیلینگی نمیزنم، دو تا شهروند رو اعلام میکنی و میگی دوست دارم شما هم شهروند باشید. یه مافیا پیدا کن، من با اون دست شما مافیا رو بدم بیرون. ببین آقای افان، آقای امیر حسین راست گفت، شما میگی که پشت من میتونه مافیا باشه. خب یه تارگت بزن که من بدونم کدومشون مافیاست. از تو میشه 50-50، هر کم به من تارگت بزنه نوش جونش. من خانم سایه رو دارم، آقای امین دارابی رو دارم و خانوم اصل رو دارم. سه تا تارگت همه. رفقا سلام، من آیانم، خیلی خوشم با تون بازی میکنم، امیدوارم بازی قشنگی بشه. رفقا من شوالیه شهرتونم، شوالیه ها رو فقط تو شب موقعی که خوابم میکشم، بس یه دکتر موظف منو سیف بده. ببین اماد پاشده گفته میخواد با من چشم باز کنه، با اون گفته من شهروندم، من میگم من مافیام، تو رو شب میفروش، فردا میفروشم ات سر دست. اوکی، حالا گوش کن، حامد چارزار من تارگت دارم، اتفاقا من تارگت دارم. ببین حالا واسه بزن حساب حامد چارزار میام. عرفان باشده گفته قبل من مافیاس، قبل تو دو نفر برندشون فقط اماد بود، یعنی اون گفته اون نمیدونم چیه، اون گفته اون شهرونده، اون مافیای بازیه. تو ته صحبتت باز به امادم خوره، گفتی خیلی خواستی تمیز شروع بکنی. تو پس مشکوکی، حامد چارزا هم مشکوکه به نظر من. از این طرف حس میکنم بین امین دارابی و اصل یه مافیا باید باشه، یک مافیا بین امین دارابی و اصل باید باشه. من فقط با حرف تو راجع به امین چیز مخالفم. حالا بریم جلو ببینیم خانم سایه، ببینیم فردا چند تا تارگت میخوره. آقا منم که سروشم و خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. عرفان داشت، تو کیو تو تیمت میخوای ببینی اینجوری پاشید با من جنگ رام کنی؟ لبونم گرفت. مهم نیست آیا عرفان، من قبل خودت مافیا نداری رفیق، چرا تارگتات بعدتن؟ یه دونه جابر، حالا آی جابر یه نفر گفتم فقط میخوام با تو بجنگم، چرا به اون کاری نداری؟ بین جابر و عرفان که قطعی سایت هست. یه نفر من گفته دوست داره شهروند باشی، منم قبول میکنم. من میخوام حتی به امیرحسین قدسم بگم شهروند، و حامد رو بی خودی شهروند نکن، چون به نظر من حامد نمیتونه شهروند باشه. من امادم خیلی مشکوک دارم، اماد رو دارم، آی عرفان رو دارم، حامد شارزارم مشکوک دارم. عرفان داداش منچ تخته مارپله. آره سلام بچه ها، من سارام، خیلی خوشحالم که با تون بازی میکنم و همه اینا. من تا حالا یک دیالوگ شهروندی از یک نفر نشنیدم که بگم قطعی شهرونده امیر حسین، سروش و همه تون. واقعا یک نفر واضح صحبت نکرده که بگم من به شهروندیش رسیدم. مشکوک ترین دیالوگو شما گفتی که پاشدی گفتی دوست دارم با اینا چشم باز کنم، مثلا نه تارگتی زدی نه هیچ چیزی. شما نفر دوم پاشادی گفتی که من هم بازی تو در نمیارم، نمیدونم و اینا، نشستی هیچ تارگتی. شما گفتی قبل من مافیا در میاد، هیچ اسمی نیاوردی ازشون. امیر حسین پاشاده میگه من حامد شاهرضا رو مافیا ندارم شهره، ولی تارگتشو تارگت نمیکنم. این میگه من اونو مافیا دارم اما امیر. این چه بازیه؟ من واقعا نمیفهمم هیچ کدومتون. آقای جابر مثلا میگه من یکی گفته من باش تو جنگم، کاری نداره اصلا، اینور که حرف نزدن تارگت میزنه. شما قبل خودت نگاه کن، یه نفر میخواد باهات بره تو جنگ. من شما رو مشکوک دارم امیر حسین، اصلا حق نداری بگی اینجای بازی حامد شهرضا شهرونده. چی گفته که شهرونده؟ سروش چی گفته که شهرونده؟ من همتون رو تارگت میکنم، اگر بخوای اینطوری بازی کنین گم میزنم تو بازیتون به عنوان یه شهروند. شما خیلی دیالوگ مشکوکی داشتین، خراب میکنم. شما دیالوگ مشکوکی داشتین. یه ذره اگر شهروندین واضح باید شهروندی صحبت کنین تو این بازی. سلام دوستان، امینم، خیلی مخلصم. ناکن من اماد شهر دادم برعکس شما. اماد شهرونده به نظر من. حامد اگه تو شهروندی اماد رو رها کن، شروعش بهتر بود. اگه شما آیا امیرحسین مثلا تو الان اماد شهروند داری، حامد تو الان امیرحسین شهر دادی. خانم سایه میتونه مافیای بازی باشه، آیه صادق میتونه مافیای بازی باشه، عرفان قطعی شهرونده، جابر ببین جابر بلند شده اون گردن گرفته با هر، اصلا بگو مافیای دیگه با پوزیشن مافیا، تو گردن گرفته، سه تا تارگت دیگه داری،
خیلی عجیبه. آیا جابر میتونه مافیا بازش؟ آریان آخرین دیالوگ من با توه به عنوان شهروند. من شهروندم. سروش که اصلا دیگه رهاد. سروش هم نقش منفی داره متاسفانه. نیکس. سلام دوستان. من همچنان عسلم. ببین سایه من چرا اون سر دست تو رو گرفتم؟ به خاطر اینکه تو ترسیدی که عرفان شاید مافی اماد مافیا باشه و آد چشم باز کردن باش گذاشته و گفتی من نمیدونم تو چی؟ نمیدونم تو چی؟ فقط براش توضیح دادی. خب پس تو میتونی مافیا باشی یا اماد میتونه یارت باشه یا واقعا شهروندی که من احساس کنم از سر دست گرفتنش میتونه شهروند باشه. خب انرژیش گرفته شده. ولی از اینجا باز جابر و فکتاتو آورد چیز و سارا، اینکه واقعا انقدر روی دیالوگ همه زوم کردن که بخوای هر چیزی از هر کدومشون در بیاری یه ذره این برای من مشکوک بود. حالا باز فردا صحبت کن ببینم چی دست. ممنونم. به شب معارفه میریم. ماسکا روی صورت شب میشود، شب شماره 0، شب معارفه. ماسکا روی صورت همه تکیه بدن، ماسکا خوب روی صورت، حرکت مشکوک نداشته باشین. بچه ها لطفاً سارا سرتو بالا بگیر که از پایین ماسک صورت بچسبه. مرسی. سروش تو هم یکم سر بالا، ماسک صورت بچسبه از پایین. کل اعضای مافیا بیدار، فرصت آشنایی و شور و مشورت اولیه برای افراد مافیا با هم همو پیدا کنن. معرفی میکنم آل کاپون، بومگذار و شعبد باز. فرصت شور و مشورت برای مافیا ها با هم. بخوابن اعضای مافیا. بریم سراغ معرفی شهروندا. دکتر شهر بیدار شه. ببینیمش. متشکرم. کاراگاه. متشکرم. حرفه‌ای. ممنونم. تفنگدار. مرسی. محافظ. ممنونم. اوشن. متشکرم. شهروند ساده شماره 1 فقط لایک. شهروند ساده شماره 1 فقط لایک. نشد. نشد. دستا رو بندازن. شهروند ساده شماره 1 فقط لایک. بیدار شه ببینیمش. ممنونم. بخوابه شهروند ساده شماره 2 بیدار شه ببینیمش. بلند شده میگه من دوام. اگه دویی مگه آزار داری با یک لایک میدی که من نتونم کنترل کنم. متشکرم. و زودیاک مستقل بازی بیدار شه ببینیمش. متشکرم. بالا من روز میشه. 5 4 3 2 1 اعلام روز. چشم ها باز. یه استوب بزن. خیلی خب، روز شماره 1 بازی از همون سر صحبت یعنی اماد شروع میشه. به اصل که برسیم رای گیری داریم با چالش. با بغل دستتون لطفاً اکیدن صحبت نکنید. بازی یک نفر است. چالش. خب بچه‌ها من از سر کار اومدم، قهوه‌مو خوردم، سوخت جتمو خوردم، الان میخوام بازی کنم. حامد مشکل چیه الان؟ من اینجا بلند شدم، سایه تو با من تو خونه صحبت کردی، من گفتم من این دیالوگ اولمه، سر دست میگیرم صحبت میکنم. مشکل این قضیه چیه؟ شما با من بازی نکردی؟ من تو تمام بازیام این دیالوگو میگم. دوست دارم تارگتمو اینجوری اعلام کنم. گفتم شب بلند میشم با این دو نفر چش وا میکنم، تارگت از این مشخصه. گفتم با آریان و حامد چش وا میکنم. ایشون ترسیده گفته فیلینگی نمیزنم. بعد شما ریختین رو من، میگه فیلینگی نمیزنم. من دیشب چش وا نکردم. چرا چش وا کردم با آریان؟ هنوزم میگم آریان. مشکل چیه؟ از حامد میخوام دنده عقب بکشم. مشکلی داره؟ چش وا کردم از حامد میخوام دنده عقب بکشم.
بعد از من تقریبا همه تون راجع به من صحبت کردی. دیالوگ من چی بوده؟ من مافیای ترسویم، ترسیدم عماد و یا شهروند یا مافیا بدونم، من ترسویم. دیالوگ من چی بوده؟ گفتم عماد این دیالوگ تو در نمیاد، چه شهر چه مافیا. این دیالوگی بوده که خودت هم تاییدش کردی. من چیزی نگفتم، گفتم من نمیدونم عماد الان شهر یا مافیا. من فیلی من یعنی انقدر ترسام نتونم مثلا سه نفر رو شهر خودم بدونم، مثلا یار خودم رو جمع کنم. من گفتم ببین حرف من چی بوده، گفتم به اندازه کارتم دارم بازی میکنم. به نظر من تو دست اول خانم سارا مشکوکترین دیالوگو گفته. خانم سارا شهروند جسوریه، بلند میشه 5 تا فیلینگ تارگت فیلینگی سر دست میزنه، ولی این دست ترجیح داد تارگت فیلینگی نزنه، راجع به تمام دیالوگا صحبت کنه. آره من مافیای ترسویم، ترسیدم برای خودم یار بخرم. آقا نکته اول این که اجازه نداریم به خانم سارا تارگت بزنیم، چون خانم سارا شهروند. بله آی عماد، من بستم رو مافیای شما. به نظرم اصلا شروع خوبی نداشتی تو روز یک. عرفان تو عماد و مافیا داری؟ اگر داری بیا دیالوگ پذیر باش، چون از من مافیا امروز در نمیاد. من عماد رو مشکوک دارم، ببین سر صحبت گرفتم جریان ساز باشم. آی جابر رو مشکوک دارم. امیر حسین قطمن تو این بازی دوست دارم به تو بگم زودیاک دادش. خیلی خنده های فیک تو دوست دارم. امیر حسین قطمن زودیاک، عماد و جابر بینشون قطعی مافیا هست. حول محور صحبت امروزتون این دوتا باشه، چون این به اون گفته میخوام جنگ درست کنم، به اون کاری نداشته. این گفته با این میخوام چشم باز کنم، به حامده گفته شهروند. آریانم راجع به این صحبت نکرد. پس مشکوکاتون همینجاست. دیسلکس صدا نداره. اصل به نظرت من رو دیالوگا زوم شدم که مثلا حالا الان کدومشون یارمن که مثلا بخوام عوض کنم چیزایی که راجبشون فکت آوردم. و کی باید اینو یاد بگیرین که سر صحبت 5 تا تارگت فیلینگ میزنه، اینجای صحبت فکت وارد بازی میکنه. شما فقط بلند شدی به من توضیح های واضحات دادی، این از این. شما هم همین کار کردی، فقط الان با آریان چشم باز کردی، دیگه تارگت دیگه نداری. آریان نظر تو راجب ایشون چیه؟ مافیا بازی صحبت. من منتظرم که ساید بین شما دوتا رو ببرم، چون اونجا دیگه بعد از براینده این همه صحبت شما باید یه چیزی داشته باشی که بگی. تو به مشکوکی من لایک دادی، حالا من دارم واسه تو. ببینیم دوستان، فرض کنیم که خانم سایه که خودم موجو اینجا ایجاد کردم میاد یه دیالوگ فالشی میگه، بعد از اینجا همه روی ایشون تارگت میزنن. من شروع کننده بودم دیگه، شما همه دوستانم بهش اشاره کرد. من ایشون رو شهر دارم، احساس شهروندی دارم. اما من میپذیرم روز اول یه دیالوگی با فول انرژی بگی، ولی فرداش چی؟ فرداش همونایی که گفتی و گفتی دنده عقب نمیگیری، یعنی باز همونایی. به نظر من شما مشکوکی. آقای سروش، من از شما احساس مستقلی و زودیاکی میگیرم. شب اتفاقی نیفتاده که کسی رو بخواید شما سفید بکنی. این که خانومو سفید میکنی، خانم شکلات شهروندی ایشونو قبول نکن. من الان رو شما نیستم، ولی این حسی که الان شما دادی من احساس مستقلی میکنم. اینجا نیازی نبود که این دیالوگ یه زودیاکی رو عنوان بکنی واسه یه نفر دیگه. مرسی. چالش امید آرابی برادر. نمیخواستی؟ البته ایشون هم مافیا. چالش. کسی نمیخواد. کی مافیاست؟ من مافیا. نه اشتباه فکر کنیم. گوش بده. خوب گوش بده. چون من تو این بازی خیلی شهروندم. خورده گرفتم به سر صحبت، گفتم خواستی تمیز شروع کنی با انرژی بالا، بهش تارگت زدم. اینجا دو تا برآیند متفاوت بوده راجع به پلیر سر صحبت. اینجا گفتم لوکیشن مافیا، آقای امیرحسین گفته گفت کدومشون مافیاست. داداش تو مافیای ذهنت ساید بندیه، من مافیا نیستم. نمیدونم اگرم شهروندی اینقدر قراره تو این بازی موزه تو بیارم پایین که نتونی دست تو بیاری بالا برای تارگت زدن، چون من امروز یه تارگت دارم. سروش قطعی مافیاست. ببین آقای صادق چرا زودیاک نیست؟ چون این آقای سروش دیروز ترن معارفه رو دیده و اگر میخواست جریان سازی کنه تو ترن معارفه به اندازه کافی هات تاپیک داشته. اینجا جریانش رو دیروز ساخته، امروز اینجاها چالش گرفته، جریان معکوس توی بازی ساخته. پس زودیاک نیست، توی این بازی یار داره، دیده سناریوشو تغییر داده. من امروز تو رو گردنت میگیرم آقای سروش. چرا؟ دلیل دوم، دیروز به من تارگت زدی گفتی من مشکوکم، دلیلش چی بوده؟ گفتی در انتها گفتی که چرا اینجا مافیا معاینه کردی، بعد گفتی من مشکوکم.
حامد چارزا مشکوکه، اماد مشکوکه، هممونو گفتی که ما هممون فهمیدیم با هم دیگه چشم باز کنیم، هممونو گذاشتیم لای ده. من دیل میکنم تو این بازی، خیلی ایزیه. آقای سروش میره بیرون، من فردا گان میخورم، اوشن و موشن و اینا رو هم نمیخوام. اینقدر موزم تو این بازی بالاست که قرار فردا من گان بخورم تو این بازی به سایدم مقابل تو سروش. رفقا یه دقیقه گوش بدیم. آقای عرفان دیروز بازی اون خورده گرفته به اماد، اون پاشده گفته نه تو مافیایی، اماد شهرونده. امروز برندشون دوباره کامل عوض شده، یعنی باز برندشون یکی نیست. اون به اون باز میگه تو شهروندی تو دیالوگش، این میگه نه اماد امروز تو مافیایی. تو همچنان باز از اون دو نفر هیچ کدوم مافیا نداری، امروز تارگت میزنی به سروش. دیسلایک های شما به زودی تبدیل به لایک خواهد شد. ببین اماد میتونه مافیا باشه، چون من هنوز صحبت نکردم روز یک بازی، باز با من میگه دیشب با آریان چشم باز کردم، پس تو هم تو ترنم راجبه صحبت میکنم، بعد چالش بگیری تغییر موضعت راجبه من اعلام بکنی. بفهم من به تو چالش دادم که موضعت راجبه اماد بدونم، اون بلند شده گفته قطعی تو مافیایی. خب من ببین دیروز بلند شده گفته حامد آریان من میخوام باشون چشم باز کنم، من مافیایی اونو قبول کردم. خب امروز هم دارم میگم اماد از نظر من مافیاه. خب امروز هم بلند شده بدون هیچ فکتی، تا دیروز بازی بهش گفتم آقا تو مافیایی، خب امروز از من دنده عقب کشید. اگر تو 1% شهروندی باید از اونایی که کاورت کردن بترسی، ولی من دارم میگم تو مافیایی. دیالوگ یار به یار احتمال زیاد داشتی با خانم سایه، خانم سایه هم باز نمیخواد اصلا به تو یه تارگت بزنه. زد؟ خب از من نشیدم زده باشه. حالا اگر زده من نشیدم، مثلا انقدر خودتون رو اذیت نکنید. خب خانم سایه فرق نفر هفتم هشتم رو با نفر اول نمیتونه تشخیص بده. به نظر من سارا میتونه شهروند باشه که سروش میدونه. امین بعد از من صحبت کن. آقا یه دقیقه گوش بدین. سروش من نشیدم فکت شهروندی برای سارا بیاری. درست اینترنت فقط باید بگه چرا شهرونده، اون روزه یک چیزی وارد بازی نکرده که. چرا شهرونده فقط باید اینو بگی تا امروز بشینی، وگرنه میکنمت بیرون. تو شهروندی؟ منم قطعی تو این بازی شهروندم. مافیا میخوای تو این زلعه آریان، اماد، حامد شاهرضا، سروش، اینا به نظر من مافیا مینیمم دوتا. ببین اوشن بازی، من از تو نمیخوام منو بیدار کنی، با رول شهروندی نمیخوام منو بیدار کنی، من یه محافظ میخوام تو این بازی، چون مطمئنم وقتی شهروندم بمب پام بسته میشه. این آقای سروش واضحاً ملق میزنه تو بازی. ببین صادق، نفر قبلی سایه رو چی داری؟ این فکت مدغن بازیه. شهروند تو گفته سارا، تو لایک صفر دادی، گفته مافیاست. سروشه وقتی بلند شده گفته شهروند، تو دوباره لایک دادی. نمیتونی همچین برایندی داشته باشی. شهروند تو گفته سارا، تو لایک دادی. آقای سروش گفته اون شهرونده، اون گفته مافیا. تو به جفت اینا لایک دادی؟ مگه میتونی شهروند اینجوری بازی کنه؟ امکان نداره بتونی شهروند اینجوری بازی کنه. میخوام اصلاح کنم، چون من بستم آریان، سروش، اماد، همه چرا از شهروندی بکش خودتو بیرون. اینجا مافیا سر که سروش فقط میگی چرا شهرونده. بعد چالش میگیرم با پسیم. ببین آریان، تو اومدی از رول عرفان رسیدی به مافیای اماد، میخوای توضیح بدی. همینجا نشسته کنار سروش، سروش بلند شده تو روز اول بازی داره توضیح میده واسه عرفان، میگه عرفان بیا با هم تعامل کنیم، هیچ تارگتی یا خرج عرفان نکرد. بلند شدم یه جای دیگه به ساران که بدون فکر گفت شهروند. تو چجوری الان با این وضعیت نشستی به سوش تارگت نمیزنی؟ تو که بازیکن روزی، نکن هرچی هست اینجاه. بعد چرا بین این سه زل مافیا نشسته؟ چون که ایشون رو قبول نداره، ایشون رو قبول نداره، شما هم با همش کاری ندارید. قطعی بینتون مافیای شما سه تا. سروش هم نقشش منفیه، هر چی هست منفی. تو جابر هم داره خوبش خوش میگذره، همین جای فکر کنه بقیه شهروند. تو این بازی ببین حامد، این خورده رو اولین نفر من به سارا تو روز بلایند گرفتم که تو داری مثلا خیلی سارا داری به حرف و دقت میکنی، ولی تو منو ندیده گرفتی اومدی بخوای بریزی رو سایه، درسته؟ پس سایه که به اما تارگت زده بود
با لایک و دیسلایک هاش و اینو داشت نشون میداد. و یه چیز دیگه آریان، ببین برایند ذهنی صادق و سایه امروز هم باز با همه صادق بلند شده میگه برخلاف دیروز سایه امروز شهروند بازیه ولی عماد مافیای بازیه. و تو هم میدونی سایه به عماد تارگت زده، چون به حامد گفتی نه زده زده. پس چرا این دوتا برایندشون با هم میگی مختلفه؟ صادق و سایه مختلف نیست، جفتشون عماد با هم مافیا دارن. آریان خیلی مشکوکه حامد از این خورده‌ای که میخواستی به سایه بگیری. خیلی باید خوردهشو به من میگرفتی، چون اولین نفری که اسم سارا را آورد من بودم. حامد هم مشکوکه، سروشو من بچه رو نمیدونم، حالا با اتون بازی میکنم. ببینید دوستان، روز بلایند بازی من اومدم سه تا تارگت زدم، مثلا ترسیدم مافیا بودن، ترسیدم میام با این تو جنگ. ببین آقای عرفان، شما اگه من مافیا داشتی الان باید میومدی تو جنگ با آن راجع من هیچ صحبتی نکردی. الان راجع به دست پیشت صحبت کردی و دو تا تارگت داشتی. ببین اگه میخوای مافیا در بیاری، من اصلا کاری ندارم سروشیه، سروش میتونه اون سایت مستقله باشه. میخوای سایت در بیاری بین حامد شاهرضا، آقای آریان و آقای عماد، قشنگ این سزل است. خیلی راحته اگه به من میگی مافیا باشه منو بدید بیرون، ولی رد خونمو بگیرید آقای آریان، حامد شاهرضا و عماد، خیلی راحته. بذار عرفان صحبت کنیم بازیه براتون در ببینیم. امیر حسین با دیالوگ کردی نمیدونم از شهروندی دیگه 50-60% بردی بالا. فقط یه مسیر میخوام بهت بدم، تو به نظرت اون خانوم الکی شهروند شد دیگه، فکت مافیاییشو بیار داداش، گفته اون شهروند دیگه، فکت مافیاییشو بیار، با هم دیگه بهش تارگت میزنیم. یه چیزی رو گوش بدید ببین آقای جابر، به نظرت نباید صحبت میکردی بعد من به تارگت بزنم؟ این آقای سروش دیروز منو گردن گرفته، چه امروز بلند شده تارگتش معکوس من داره میزنه مشخص. بعد دیروز من گفته با کی میخوای چش باز کنی؟ گفتش من ارتش یه نفرم تو این بازی، ارتش یه نفرم تو این بازی. اعلام گام کردم داداش، گام بیا دست امین دارا بی شو شهروند منو بزنی. من صحبت کنم؟ روز اول بازی خانم سایه پاشده گفته نمیدونم تو چی این که سر صحبت گرفتی، اون گفته سایه قطعی مافیاست، عماد شهرونده. امروز آقای صادق برنده شده، عماد قطعی مافیاست، سایه میگه عماد مافیاست. خب این برنده اون دو تا نسبت روز بلان عوض شده دیگه. من روز بلان گفتم آقای عرفان مشکوکه، حامد شاهرضا مشکوکه، امروز هم دیروز هم گفتم به این دو تا یه مافیا در میاد. امروز اظهار نظر راجع به آقای عرفان کردم، راجع به آقای شاهرضا گفتم، اصل چالش میگیره، اون چالش میگیره میگه بین حامد شاهرضا و آریان و عرفان و عماد قطعی سات است. خب تو تارگت منم دیدی با تایزم میذاری، با خودم که میذاری تو یه باکس، که من نمیتونم با اون یار باشم، که نمیتونم با اون یار باشم. سر دست بهش گفتی شهروا من لایک دادم، چالش گرفتی گفته آریان باز دوباره چشک باز کردم، چالش گرفتم گفتم داداش دیگه بهت نمیتونم بگم شهروند، چون آخرین اختیار دارم بهت میگم، بهت گفتم شهروند، الان میگی دوباره با تو چشک باز کردم روزی که بازی، من کجای بازی اشتباه بوده؟ ببین این اگه مافیا باشه نمیاد چالش بگیره بگه این شهرونده، که خیلی واضحه که برای چی باید اینو بیا شهروند بکنه. پس شما ببین ببین قطعی همینجاست، قطعی همینجاست. چی شد خانم سایه چرا تارگت نمیخوره روز این؟ همه میگفتیم چه پس چیشو بسته دیدیم دیگه، دیگه بهش تارگت نمیزنید. چالش حامد صحبت کن. ببین دوستان، من اصلا بهتون اجازه نمیدم به من تارگت بزنین تا وقتی که تارگت همو ندیم بیرون. تارگت منو دادیم بیرون، اون موقع اگر نخون مافیا اجازه داریم من تارگت بزنی. تو بلند شدی داری میگی آقا جون من بین اینا، من سایدمو گفتم، من سایدم با عماده، این بلند شده سایدوشو داره با اون مشخص میکنه، بعد شما میگی بین آریان و حامد اونه، یعنی چی؟ من تازه دارم به آریان میگم آریان ساید تکلیف خودتو با اون مشخص بکن، اون بلند شده داره تو رو گردن میگیره. من ببین من تو پوزیشن مافیایی، یعنی اون مافیای شو رو نمیفهمم که یارمه برسه تو روز بلند بلندشم بهش تارگت هم بزنم؟ من دارم میگم آقا اون تازه داره کاورم میشه، اصلا حقی نداری میخوای به من تارگت بزنی تا وقتی که تارگت منو ندیم بیرون. آقا یه لحظه گوش بده امیر حسین قصد، تو که انقدر بد پلیی من فقط ایگنورت میکنم، هیچ کاری باهات ندارم. فکت شهروندی خانم سارا رو میخوای، خانم سارا به همه پلیرها گفته خورده گرفته، مگه میتونه مافیا باشه انقدر خوش و ضعیف نشون بده؟ گوش بده آقا عرفان، من بازیم از تو بهتر بوده، فهمیدم تو شهروندی، یه دونه تارگت به من میزنی 5 تا دیسلایک میاد اینجا. آقا حامد مشکوکه، آریان با حامد توی بتلن دو تایی به مافیایی عماد دارن لایک میدن، فکت میخواین تو بازی بشنوی؟ بعد تو منو میخوای گردن بگیری تفنگ بیاد دست این شعبده باز، چیکار است تو بازی؟
یه لحظه گوش بده، تعامل کن. نمیتونید بگید بین حامد و آریان مافیا نیست. من سایدمو میبندم فقط با آقای حامد. امروز اگر شهروندین به من عمل میکنه، آقای حامد رو از بازی میدیم بیرون. فعلا هم به اون میتونید موضع بدین هم به این، اما اینم مشکوکه. دو تایی دارم با هم لایک میدم با آقای اماد. ممنونم. هر چی من ببندم فقط. هر چی مشکوک دارم به اماد داره تارگت میزنه. گفتم برای تو چالش میگیرم، مثل پشه میکنمت بیرون. تو که راه بازی به خودت بستی، به من گفتی زودیاک، حتی جرئت نکردی به من بگی مافیا. دوباره بلند شو به ماها بگو مافیا چه انقدر موزت پایینه. پاشو به ماها بگو مافیا میخوایم امروز تو رو بکنیم بیرون از بازی. مگه من دیروز با بازی ها مافیا نبودم؟ قطعی شهروند میکنم از بازی بیرون، قطعی مافیا باشم شهروند میکنم بیرون. پاشو به من تارگت بزن. چرا از موزه ضعف صحبت میکنی؟ فکت شهروندی چی بوده؟ چون به همه تارگت زدی روز یک؟ تو فهمیدی؟ چک بزن برو بیرون بابا. این که مافیاست، خون مافیا، عمادو دیگه نمیذارم بشینه تو بازی. امروز سروشو بکنیم بیرون. من میخوام شوشم. خون شهروند دیگه به اینم کار نریم. من میخوام شوشم. چیکی تو لغ شهروند شوی تعامل میکنی؟ تو که موزت پایینه، اونم که زودیاک. پاشو بیا برو بازی بیرون. آقا اینقدر واضحه دونه اونجا سارا تارگت خورد. فکت شهروندی چی بود؟ نایوردی. حامد شاهرضا رو مافیا دی آریان و مافیا، من رو با اینا رأی میدم تو رو می کنم فلان بازی بیرون تا بازی یاد بگیری بفهمی که باید فکت شهروندی برام بیاری. بارش تراپیست حتی نذتی تو مگه روز یک فکت شهروندی حامد شاهرضا رو آوردی که من به تو خورده گرفتم؟ الکی شهروند نکن که کسی اینجا منو مافیا داره، مافیا قط داره، نوش جونش یه مافیا داره منو کاور میکنه. من ترجیح میدم امروز بیام به کسایی که برایندشون فرق کرده تارگت بزنم. مثلا شما دوتا برایندتون نسبت به اما دیروز تغییر میکرد، امروز تغییر موضع دادین، جفتتون یه چیز دیگه ای میگیم. مخصوصا شما اونجا تو اونو شهروندشی، اینجاها تارگت میزدن به حامد، صفر دیسلایک میدادی، الان میگی که من میخوام به تو مسیر بدم، نمیدونم اگر شهروندی خودتو بکش بیرون فلان و اینا. من با اینا خیلی بیشتر مشکل دارم. اگر مافیای نوش جونش خیلی زودتر به شهروندی من رسیده، من اصلا از این یار فروشی شو خوشم نمیاد اینجا. اگر مافیا امین خیلی کار فولی داری میکنی. امیر حسین صدها بار تو کنسرشو خوردی، اگر شهروندی بهتره که بشینی. به نظر من امروز میتونیم بین آقای عماد، خانم سایه، آقای صادق یه برایند پیدا کنین که واضحاً برایندشون با دیروز تفاوت پیدا کرده. یک نفر اونجا حامد گفته به ساید من عماد بره، از اونجا پاشدین میگین من ساید میبندم با سروش مافیای بازیتونه. من نمیدونم، یه روز دیگه نگهش میدارم. ترجیح میدم کسایی که شو تغییر موضع دادن رو نگه دارم. اگر منو مافیای بازی داشتین اون وقت میتونستین به سروش خورده بگیرین. این چه فکتیه براش میاری؟ چالش بعد از من سای صحبت. خیلی عجیبی تو آریان، چرا داری لایک میدی؟ آیه بلند شده گفته بین تو و مافیاه، شما هیچ برخوردی با هم دیگه نمی کنید. تو الان سروش برای چیه؟ اینا سروش کاور میکنه، میگه ما دوتا توی یه سایدیم. آریانه ببین داره ملق میزنه. بشین. چه وضع بازیه؟ تو الان تو صحبتت برگشتی یه تارگت به من نزدی، حتی یه حرف من ایگنور کردی. اوکی که اینا نگفتی، پس تو قطعی مافیای بازی. بلند شو من میگه تو روزو نمیبینی؟ تو زیر لب چی گفتی به من؟ چی تو روزو نمیبینی؟ شبو نمیبینی؟ یه چیزی گفتی میخوای من شات کن بزن اصلا فردا سرم. قطعی ما اصلا نقش شهروندی، برو بیرون، نمیخوام وقتی این دیالوگو میکنی. سروش قطعی مافیای بازیه. آیه من با حامدم بازی میکنم، من با حامدم بازی میکنم. تو خودت انداختی جلو این، میدونی شهرونده؟ آره میدونی شهرونده؟ اینم شهرونده، اینم شهرونده. آره به منم کاری نداری تو بازی. آره چقدر عجیبه این بازی کن، به اونم کاری نداره. ببین خانم سارا خیلی جالبه، عماد با سردست بلند میشه میگه فقط آریان، بعد اینجا آریان بلند میشه میگه حامد شاهرضا، شما بلند میشی میگی بین عماد و سایه و صادق اینجا میتونید یه دونه ساید در بیارید، ولی دوست نداری به بتل بین عماد و آریان یا آریان آقای شاهرضا کار داشته باشی. این بر من خیلی عجیبه. من همچنان رو شما مشکوکم. سروش واقعا کاوریتو نمیفهمم، اصلا واقعا نمیفهمم. یعنی شما دوست نداشتی بین این دوتا انتخاب کردی، گفتی من بین عماد و سایه و صادق انتخاب کنید. شما بری بیرون. به نظر من شما صحبت کن بعد من صحبت. ببین امین،
سارا برگشت گفتش که اگر یه مافیا هم داره منو کاور میکنه نوش جونش، بذار کاور کنه، من اینو قبول میکنم. نگفت ما با هم همسایدیم که. خب من امروز با دست تو رأی میدم، چون من بعد واقعا ساید تو واسه من باز شه. من با دست تو رأی میدم عماد میره از بازی بیرون. نه سروش بره بیرون، همه سروش مافیاه واسه تو نمیدونی؟ خب نیست، فقط عماد بره بیرون. خب پس اونجوری امیرحسین برای تو چی میشه؟ امیرحسین هم نمیدونی؟ من الان گره ذهنی، من الان فعلا توی و عماد، چون بس ساید اینجا رو من باز بکنم. مرسی. اونه که فردا تکلیفش رو روشن میکنی، تکلیف سروش رو فردا روشن میکنی. چون من وایستادم همه صحبت بکنن، گفتم چالنج تو به من بده. میدونی چرا؟ از اینجایی که صحبت شده عماد تو مخرج مشترک همه تون هست، خدا رو شکر. هر جای بازی که خواستین عماد بازی میدین بیرون هیچ مشکلی نره. میدونی چرا؟ چون من زدم به آریان فقط اسم عماد داره میاد. بعد اینجا ساید میبندن، جالبه، ساید میبندن من آریان حامد شاهرضا. بعد این خانم که به عنوان شهروندی میگه ایشون مافیا، میگه پس بین سایه و صادق و عماد نو ساید من عماد بره بیرون. خیلی جالبه، من هیچ مشکلی واسه این شهر ندارم بازی برم بیرون. خیلی ایزی دارم بهتون میگم منو بازی بدین بیرون، هیچ اتفاقی واسه شهر نمیفته، راحت. ممنونم. صحبت های روز اول رو شنیدین، بریم سراغ رای گیری. 12 نفر تو بازی هستیم، با 6 رای کسی وارد دفاعی امروز میشه. سر صحبت خود عماد بوده، از همینجا شروع خواهیم کرد و به اصل خواهیم رسید. آمادگی داشته باشید، از رای گیری جا نمونید، تاخیر رای ندید. بریم سراغ رای گیری. عماد هنج دفاع نمی کنه. سایه 0، صادق 1، عرفان 1، حامد 2، امیرحسین 1، جابر 1، آریان 6، داخل دفاع سروش 6، داخل دفاع سارا 0، امین 0، عسل 1. دو نفر دفاع میکنن، اول آریان بعد سروش. بفرمایید. چقدر واضحه که هم من شهروندم هم این شهرونده بازیه. الان شما لایک دادین به من که این بره بیرون، این ور 4 تا دست بر من اومد. چجوری من که با شما تعامل کردم دیگه به تارگت نزنم؟ گفتم ساید منو با اینو باز کن، اینا منو با تارگتام باکس میکنن. برای چی به من رأی دادی شما؟ برای چی رأی دادی به من؟ تو رأی دادی به من؟ ببین خیلی واضحه اون مافیای بازی ها. اون نتونه پاشده میگه اسم عماد از آریان بیشتر اومده. کجا اسم تو از من بیشتر اومده؟ همه شیک کردن با تو، همزمان با تو 3 نفر دیگه داشتن باکس میکردن، 2 نفر چالش گرفتن، گفتن آریان، عماد، حامد، سروش. چیکار دارین میکنین؟ شهروند دستش تو جیبه برا من. ببین این امیرحسین که قطعی شهروند نیست، یعنی هر چیز الا شهروند. شهروند دستش برا من تو جیبشه، شهروند دستش برای من تو جیبشه. آقای سروش ببین من اصلا بلندم نمیشم، واقعا بازی واسه هیچ جذابیتی نداره. فکر کنم من تو پوزیشن مافیایی نمیتونستم موج روی این تقویت بکنم، به جای اینکه شیک بکنم بیام به این رای بدم خودم تو دفاع نیام. تمامی تارگت های من 1 رای یا 2 رای فقط خودم بودم. ببین من از بازی میرفتم بیرون، فقط امین دارابی رو از بازی میکنیم بیرون. اصلا هم تو رو نمیخوام گردم بگیرم، سایدم هم نمیخوام باد بمدم. انقدر تو ضعیفی، تو که بستم رو زیدو یک بودنت اصلا کاری ندارم. حامد شاهرضا میتونه مافیا باشه، اما فقط من رفتم بیرون. امین دارابی، اگر امین دارابی فردا بیرون نرفت تو بازی های دیگه اذیتتون میکنم. مگه میتونه این شهروند باشه؟ فقط امین دارابی. مرسی. به خواب نیمروزی میری. ماسکار میتونه دو نفری که داخل رای گیری هستن حق شرکت، دو نفری که داخل دفاعی هستن حق شرکت در رای‌گیری ندارن. بقیه هم الان گزینه مورد نظرشون رو انتخاب کنن. تنها به یک نفر حد اکثر میتونن رای بدن یا در رای‌گیری دور دوم مشارکت نداشته باشن. کسایی که به نفر اولی که از خودش دفاع کرد، آقای آریان رای میدن، دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازین. کسایی که به نفر دوم آقای سروش رای میدن، دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازید. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. نتایج رای گیری، نفر اول 4 رای، نفر دوم 4 رای. بنابراین کار به قرعه کشی میرسه، قرعه مرگ میدازیم. من دوتا کارت آبی و قرمز رو با هم دیگه جابجا میکنم. صاحب کارت قرمز از بازی میره بیرون، وصیت میکنم و صاحب کارت آبی در بازی میمونه.
بفرمایید. ببین شهر طولا دره، کیا من رأی دادن همین الان نشون بدین، جرأت دارین نشون بدین، فردا امادو با هر سایدی بکنین بیرون. این قطعی روز بلان گفتم بین این دوتا قطعی یک مافیاست، بین این دو نفر قطعی مافیا نشسته. با امیر حسین خداحافظی کنید، خداحافظی کنید، خیلی تباهی دید. تابلو نیست دوتا شهروند قطعی تو دفعان. ممنونم، تشویقش کنید عبادی بره. بریم به شب شماره یک. ماسکا روی صورت شب می شود. ماسکا روی صورت، ماسکا روی صورت، ماسکا روی صورت. بچه ها لطفا صحبت نکنید، صحبت نکنید لطفا. ماسکا روی صورت، خوب روی صورت، از بالا و پایین، سروش سر یکم بالا. کل اعضای مافیا بیدار، شور و مشورت، شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشه رو بعد آلکاپون. به جمع‌بندی برسن، شب طولانی نشه، شات. بمب‌گذاری داریم در شب اول. شخص بمب‌گذار کد خنثی‌سازی بمب رو هم برای من تعیین کنه. بمب‌گذار گرفتم انتخاب شعبده باز برای یکتیف کردن یه نفر به مدت 24 ساعت بازی امشب و فردا صبح اگر از لای جنگی دستش بیاد یا محافظی باشه که بخواد بلند شه. شور مشورت نهایی مافیاها با هم. بخوابن اعضای مافیا. دکتر شهر بیدار، سیف. بخواب دکتر. کارگاه استعلام. سریع‌تر به من تصمیمشو بگی حرفه‌ای. متوجه شدم. تفنگ دار، تفنگ. فهمیدم بخوابه. شب شماره یک با زودیاک کاری نداریم. اوشن به برایند رسیده، شهروند نسبتاً قطعی برای خودش دست و پا کرده بیدار کنه. نفر یک دست جلو، کف دست کسی رو که تاش میکنم از حالا و جزه یاران اوشن با اون بیدار میشه. دست ها جلو کاملا. متشکرم، دست ها رو جمع کنید. یاران اوشن بیدار، شور و مشورت. راجع به نقشاتون نمیتونید صحبت بکنید، فقط حدس و گمان های مافیایی زودیاکی. نفری یک دست جلو نمیخوایم. بالا من روز میشه. 5-4-3-2-1 اعلام روز. چشم خواب باز. بسیار خوب، در پی وقایع شب اول بازی همونطور که شنیدید بمب‌گذاری دارید جلو آقای جابر. جا بمبه، تا آخر روز ببینیم که تکلیف چیه. بمب خونسا میشه میتره که جابر محافظ بازی هست اصلا نیست.
آخر روز بهش میرسیم قبل از رای گیری و خداحافظی میکنیم با یک نفر آقای صادق رو تشویق کنیم از بازی میرن. از بازی شما دو نفر خارج شدن، تا پایان بازی دو استعلام بیشتر ندارید. اگه میخواید یکیشو الان استفاده کنید دست بالا. بسیار، دو نفر از بازی شما خارج شدن که این دو نفر هر دو شهروند بودن. سه مافیا و یک زودیاک همچنان بین شما نشسته با همراهی شش شهروند. سر صحبت عماد بوده، دو تا میاد جلو. عرفان ابتدای صحبت، سایه انتهای صحبت. بفرمایید. دو نفر تو رای گیری شرکت نکردن که یکیش میدونم منه. دو نفر تو رای گیری شرکت نکردن که یکیش میدونم من شهروند بوده. 4-4-8 دو نفر تو رای گیری، دوتا یکیش من شهروند بوده. پس قطعی مافیا بین این دوتا رای دادن. من همچنان میگم جفت شهروند بودن. چی شد که یوتو خواستی سایت بذاری جلوی این؟ من واقعا نفهمیدم. نمیذارم سروش رو بیرون بکنین. اگر شهروندین یه تفنگدار با من بازی میکنه که من مشخص میکنم برای تو که آره تو رو میزنم. ببینید آقای عماد قرار بوده دیروز بیاد توی رای گیری، بحث سرش بوده، اونقدر رای نیاورده، پشت بندش دوتا شهروند رای آوردن. بار اول که صحبت کرد من دیدم، گفت دارم قهوه میخورم، فشارم افتاده، نه رنگم نه پرید و اینا، اینجا ساکت نشسته بودی، اینترنت نبود. وقتی یکی اونجا بهت گفت رنگت پریده، اینو تو زبونت همینطوری گفتی، من دیدم. امروز که آقای عماد مشکوکه. امیر حسین بشبه خانم سارا، این دو نفر شدن 4-4 رأیشون. تو ذهن من که جفتشون میتونستن مافیا باشن، علیه که شهروند خونده، گوش بدید به این استدلال. اینا نمیتونستن هم ساید باشن که شما الان امروز میگید عماد بره. من حقیقتا ساید عماد برام مشخص نیست. این دو نفر هم ساید نبودن که 4 تا این رأی برده 4 تا اون. احتمالا مافیا نتونستن تصمیم بگیرن کدوم این دو تا رو رأی بدن، آلین کنن روی یکیشون. بین خودشون اختلاف بوده. پس نه آقا، نه چجوری جفتشون شهروند بودن. دو تا حالت داره دیگه، یا دو تا مافیا به یکیشون رای داده، اون یکی به اشتباه به اون یکی رای داده، یا سه تاشون با هم رای دادن یکیشون کردن بیرون دیگه. من که میدونم شهروندم به سروش رای دادم، به اون آقای رای دادم. حالا نکته دوم، دیروز شما گفتید که من به شهروندی سروش رسیدم ولی یه تارگت خرج من نکردید. من دو روز گردنش گرفتم، چجوری امیر حسین واسه جنریت کرد؟ من از هر دست روش موج ایجاد کردم. خیلی عجیبی دا، به نظر من همونجا که قطعی مافیا است. بگو بفهم میدونی چالش آقای آمه. عرفان تو که سوختی؟ تو خودت داری میگی اصلا مافیا نتونستن متفق القول بشن که به کدومشون رای بدن. اگر سروش مافیا بود خب همه آلین میکردن که آریالی که شهروند بوده از بازی بره بیرون دیگه. پس سروش هم شهروند میتونه باشه که مافیا نتونسته متفق القول بشه. به قول خودت، خودت فکت شهروندی سروش رو آوردی، پس دیگه بازی رو نمیتونی اینجا فریز بکنی. سارا درست میگه، دیروز قرار بوده عماد بیاد بالا، حرف سر عماد بوده، چالش آخر از من گرفته، ولی دیگه بالا نیومده، فقط دو نفر بالا آمدن. پس تو که مافیایی، عماد هم مافیایی، نفر سوم و امیر حسین، نمیدونم، من به امین دارابی هم مشکوکم. حالا به چرخه، اوکی حالا، ولی این دو نفر. ببین دوستان، کلن دارین اذیت میکنین. آقای عماد بلند میشه نفر آخر چالش میگیره، میگه همه دارین میگین عماد عماد عماد، بعد از این طرف یهو دو نفر دیگه میان تو رای گیری. بابا مگه نمیگین آقا عماد بیاد؟ خب چرا رای نمیدین؟ چرا رای نمیدین آقا؟ 5 تا رای و 6 تا هم نشد. خانم سارا پس چرا رای نمیدی؟ رای دادی تو؟ خب چرا بقیه‌تون رای نمیدین؟ تو الان نباید بگی من اونو نمیدونم چیه، باید بگی اون قطعی مافیای بازیه. قطعی مافیای بازیه. من هنوزم فعلا وای میستم روی تارگتم، فعلا با کسای دیگه شون کاری ندارم، ولی یک دوتا مشکوک دارم. آقا چالش برای تو بعد از من صحبت کن. دیرو کیا به سروش رای دادم؟ 4 تا رای. منم رای دادم. یعنی اگه این چینه مافیا خیلی نتون بوده، چون من امین دارابی و شهروند دارم، خودم هم شهرونده. اون سه تا مافیا باید به تو رای میداد، تو میرفتی بیرون، فردا من شهروند و اون شهروند و مثل چی میخوردین شما ها؟ پس اگه به این بگیم سیم سایت شهروند بودن اینا، باید چینو برگردیم بگیم عرفان و عماد. من که شهروندم، خودم اونو گردن گرفتم، امروز هم میگم خودم رای دادم بهش. حتی من به آریان رای یک ندادم.
فقط رأی 1 و 2 دادم به سروش، چون سروش بلند شده زیر بار اون تارکت به من گفته مستقل، گفته دیگه با تو کار نه، حالا باید برسی به مافیایی. من شهروند بازیام، روز 1 بلایند گفتم، گفتم تا وقتی سلام وضعیت داریم منو بکنیم بیرون که دیگه به مشکوک نشی. حتی گفتم اونشه منو بیدار نکن، چرا بمب بستن بخوایم درستی؟ این چه سر میبوده؟ مثلا شما رو من دیگه میدم بمب بیمندم اینجا رو درستی؟ آقا ارفان تو باید بلند میشه یه تارگت خرج اعماد میکرد. اصلا چی کار داری با اینجا؟ رایگیری تو رایگیری هم که شمردی سوتی دادی، گفتی 4-4-2-1 چجوری میتونن انقدر مساوی به این هم تقسیم؟ پس این اصلا هم دیالوگت هم فکتات هم ذهنیتت با شهروند نبود. آقا من جسارت دادم سروش، به تو میگم رای دادم، الان هم اشتباه کردم، تو میخوای منو بدی منو بده بیرون، ایرادی نداره، شهر میبازه. من حسم بر اینه عماد مافیاه، عرفان مافیاه، یه یاری هم اینجا داره، نمیدونم کدوماتونید، یکیتون داره میفروشه، یکیتون داره میفروشه. ممنونم، خیلی ساده. ببینید دوستان، اولا که راجع به بمب خدمتتون عرض کنم که چالش بعد از من راجع به بمب صحبت کنم که محافظ بشینه، چون خیلی اوضاع شهروندا خیته، به خاطر اینکه 2 نفر شهروند ما دادیم بیرون. الانم آقای داربی قشنگ داره میگی دارن یه یارشون رو میفروشن چون 2 تا شهروند بیرونه. من که از روز اول با اماده تو بتل بودم، بمب من بسن رو پای من، تیز رو ارفانه، ببخشید رو ارفانه بتل بودم. اگه امروز میخوای رأی گیری کنی خیلی راحته، یه رأی بدید به آقای ارفان. دارم به قاطعیت میگم که ارفان مافیای بازیه. سروش تو شهروند نیستی، اینجوری نکن. این تو یه ریج میکنید، من مشکوک میشم به همتون. اوکی من باگ دادم، مثلا به نظر شما من مافیا با یارام نتونستم اون یه دونه شهروندی که همتون فرض میکنید شهروند، بعد به امیرحسین که تارگت نمیزنید، به امین دارابی که تارگت نمیزنید، من تک مافیا بودم رای دادم سروش نرفت. نه آقا گوش بده، یه استدلال امین دارابی خارج از کوز، استدلال سفت شهروندی دارم. من مافیا رفتم تو بتل سروش و آقای جابر، بعد گفتم چیکار کنم برای اینکه خودم خیلی سفید بشم، یه بمبو میبرم میبندم به پای آقای جابه که بگم من که نبودم این کارو کردم. بعد تو روزم میگم امین دارابی این سروشو بکن بیرون، گان دست تو منو بزن. مرسی. بعد زور نداشتم سروشو بکنم بیرون. مرسی. خیلی بالا بوتس بعد من ببین، همین که میگی زور نداشتم واسه من کافیه، به همین سادگی به همین راحت. الان مافیات که با دست من نشون بده میخوام مافیا. مافیات منم. 4 رأی 4 رأی مگه میتونی بگی غیر سیم سایت چیزیه؟ آیا عماد مافیاس هم امروز فقط عرفان از بازی میره بیرون؟ شهروندی نوش جونم. چی الان دارم صحبت میکنم؟ امروز آیا عرفان از بازی میره بیرون؟ چه جوریه که تو عماد رو تارگت میکنی، دوتایی با هم دیگه به من رأی دادین؟ امروز فقط آیا عرفان میره؟ ببین من اومدم توی امروز فقط آیه عرفان میره، امروز فقط آیه عرفان میره. سارای حسینی هم دیگه بهش اعتماد نمیکنی، من بهت گفتم شهروند دیگه شهروند نیست، امروز فقط آیه عرفان از بازی میره بیرون. آقا به نظرم که درسته، یعنی الان دیگه شهرونده همینه. آقا مگه میتونی تو دیسلایک بدی اون به سارا دای تارگت؟ سارا خوش گفته تو بازی باید بری بیرون، تو چه جوری؟ همینه تموم شد. تو رو اون گذاشت لادر، تو رو اون گذاشت لادر، اونو عماد تو رو گذاشت لادر. چین همینه، اینه سارا عماده، همینه گان تو بازیه، تو رو میزنه اونو با رای میکنیم، برعکس گان اونو میزنه، همینه اون تو رو گذاشت لادر. آره تو مگه میتونستی به اون دیسلایک بدی؟ اون فقط اجماع خواسته تو رو، اون مافیا که داشته میفروخته فقط اون بوده، داشته سیف بازی میکرده. یارات بنه خیلی ببخشی بیورزه بودم، ما دوتا شهرم پیور که به این رای دادیم، اون یه دونه یارت بر رای میشه، سارا تو بر رای میدادی، فردا میومدی منو همین دارابی رو میخوردی، یارات رو میشه، تموم شد. چه اینو بسته، این هم دیگه شهر بده تو فکرم که روزه کردیم دادم چالشو فکت های دلار زمان 800 تومن فکت های توه، فکت های تو سروشه. نهایتا از این زودیاک در میاریم بچه، این مافیا نیستش واقعا. من واقعا نمیخوام با شماها ببرم، مثلا سایه اگر تو شهروندی واقعا نمیخوام باهات ببرم. من روز 1 گفتم عماده مافیاه، تو چالش گرفتم گفتم عماده بره، گفتم پشتبندش امیر حسین مافیاه، بعد از تارگت من به اینا چالش گرفتم به من گفتن سارا مافیاه، متوجهی؟ یعنی بعد از تارگتی که من بهشون زدم، بعد تو
ببین شاید بقیه رو بتونی کنسه بدی، من که روز یک بهت گفتم میرم لای در و فلان اینا. نه عزیزم، زرگری کار توه، من یار فروش نیستم. امروز هر کی شهرونده رأی میده فقط آقای عماد میره بیرون، تکلیف آقای امیرحسین مشخص میشه، این یه دونه به نل میزنه یه دونه به میخ، یه روز شهروندی منو میخره یه روز مافیایی منو، یه روز به این میگه مافیا یه روز به اون میگه شهروند. نهایت بتونیم بهش بگین زودیه که اصلا حالا مافیا بشه، این که نمیبره بازیو ولش کنید. امروز رأی میدید آقای عماد از بازی میره بیرون، بعدش هم اون نمایان برادرم که من نمیدونم بازیش چرا اینطوری شده، ماشنمو خوب بود چالش بعد من صحبت بیا خیلی خوب آقا نه نه گرفته یه استنداپ کمدی اینجا داره برگزار میشه، این میگه عماد بره بیرون، سارا تارگت میخوره این دیسلایک میده. بچه ها ببین امروز که آقای عرفان خروجی بازیه، تمام، کسی دیگه دیسلایک نمیده. داداش من زودیا که هم با من دست نده، آقای عرفان از بازی میره بیرون. دیروز تو فقط چی شد آقای عرفان که من سارا رو کاور کردم سری رنج کردی رو من؟ تو رأی ندادی؟ رأی ندادن تو چه فکتی بود که الان وارد بازی کردی؟ پس تو میتونستی دوتا شهروند اومده تو بازی، اما کسی که رأی نداده احتمالا این بوده که حق رأی نداده، رأی شمرده نشده. امروز خانم سارا رو که اصلا داریم، آی عماد که سوختی، حس میکنم خشابت هم خالیه، آی عرفان رو ببین تو سرازیری دنده سنگین بده ترمزت بگیره. الان به فکتمون رأی گیری هم که سروش دیگه میشه شهروند دیگه، ولش کن. تو الان بلند شده آقای عرفان صحبت کرده در مورد رأی گیری صحبت کرده، لایک دادی، آره این چه حرفی بود زدی، بعد الان رو حرف سروش که به عرفان میگه مافیه بازی دیسلایک میدی. همین حرکت بین عماد و خودت با عرفان ایجاد شد. آخه مگه میشه؟ من فقط یه نفر خیلی داره اذیتم میکنه، حامد شاهرضا، اون سکوت عجیب و غریبش داره اذیتم میکنه. من که امروز رأی میدم به عماد، به عرفان رأی نمیدم، به عماد رأی میدم. عرفان رأی بدین به جفتشون رای میدن. رهان من چهار نفر چالش میخوام، هیچ کی به من چالش نمیده دیگه، این حداقل امیرحسین دیده من دستم بالاه. خب طبق سو ببین، اگر اون آقا من از نظر رنگ بندیشون دارم میگم، خب اون باید دیروز میموند کارشو انجام بده، حالا پس اینو بدید بیرون. خب این اگر واجب بود همون دیروز پرواز میکرد، خب اون نرفته بیرون. ولی من دارم من اصلا تو نمیتونی سمت من بیای داداش، من که نفره بعد این اصلا من با اینا یارم، بلند شدم اون که لادر بوده اینم دادم لادر، شیشه میکشیم ما اینجا. من الان میخواستم همینو بگم، خود سارا عماد دیروز مافیا داره، درسته؟ بعد میگیم عماد، میگیم چیز بره، عرفان بره، میگه نه، بعد خودش فکتش هم میاره، بعد میگه بازم عماد بره. خب این که دیگه کارش که سوخته دیگه، تموم شده. پس امروز فقط عرفان میره و این که همین بازی تموم شد. حالا بعد بگردیم دنبال زودیا که دیگه، نه زودیا که من فکر سروش رو من ندارم، امیرحسینم نمیتونه باز ساید زودیاک انقدر خودشو بندازه وسط بازی، یا امینه یا حامده، یکی از این دوتا میتونه باشه. حالا اونو بعدم صحبت بعدم صحبت چون میخوام با تون صحبت بکنم. خیلی واضحه من چالشم دادم به سارا، یارمه، میخوام بهش چالش بدم. حالا گوش میکنیم، خیلی واضحه. چرا شما چالش رو اول دست گرفته بودی؟ گفتی همکنون آهو عماد. چالش هم که سوخت، هیچ، من صحبت کنم. بچه خیلی راحته، شما امروز فقط عماد و عبازی میدیم بیرون، چرا عرفان رو میخواهم بدیم بیرون؟ حالا وایسی، شما اگه میخواین عرفان و عبازی بدیم بیرون، امشب حرفه موظف عماد رو بزنه، فردا سه تا بازی کن بیرونن، عماد میشینه اینجا سیف. خیلی ایزیه، خیلی ایزیه. اگه شما میگی نه خیلی راحته، من بهت دارم میگم، میگی نه تفنگ ساز، تفنگ درست بده به تو، فردا صبح منو بزن، اصلا بده به اصل منو بزن. من بهت میگم ساید مستقل کیه، میخوای بدونی کیه؟ نمیخوای بدونی؟ خب منو از دست میدی، نمیدونی کیه اون وقت میبازی. خب بعد از تو، من که تا اینجا واقعا چالش میخواستم کسی به من نداد، دستتون درد نکنه. ببین من که از روز اول دارم رو اون خانم پارو میزنم، ولی هیچ کی پشت. ببین تو همه دیسلایک، من از روز اول اون خانم رو کوبیدم،
از روز اول گفتم زومم رود. ولی خانم اصل شما واقعا دیسلایکات منو اذیت کرد راجع به این خانم. ولی الان که داری پشت دست من بازی میکنی اوکی. ببین اما تو بلند شدی کارت گذاشتی جلوی شهر. پس موظفی که امشب بری بیرون. حالا با هر نقشی تا تو باشی جلوی شهر من کارت نذاری. هر چند که شهر بازی باشی و به درد بخور. به خاطر اینکه نباید جلوی شهر رو دست اول کارت بذاری. من آقای عرفان ها هستم. خانومم که از روز اول دارم پارو میزنم ولی متاسفانه یار نداشتم. بریم برای بمب. بمب گذاری شده ماسار صورت خواب نیمروزی زود هنگام. خواب نیمروزی زود هنگام. خواب نیمروزی زود هنگام بمب گذاری شده. لطفا ماسکا خوب روی صورت از بالا و پایین. خطاب صحبتم با یک نفره محافظ. اگر دروازی هستی و اگر میخوای خودت رو فدای کسی که بمب گذاری شده جلوش یعنی آقای جابر کنی و تو رمز بمب رو حذف بزنی بیا بالا. متشکرم. ماسکاب صورت از خواب نیمروزی برمیخیزیم. اتفاقی نیفتاده جابر. خودتی و خودت صحبتاتو بکن که اگه بمب منفجر بشه دیگه فرصتی نداری. ببین دوستان من که روز اول با آقای عرفان تو بتل بودم پس یه رأی بدید آقای عرفان. ساید خیلی ها در میاد مثلا ساید اماده در میاد. ببین حامد شاهرزا رو من حس میکنم اون زودیاکس. بین حامد شاهرزا و اصل یکیشون زودیاکس. خب و اینکه رمز بمب بگم دو. جابر بمب‌گذاری شده سیم شماره دو رو چیدن اما سیمی که توسط مافیای بمب‌گذار برای خنثی‌سازی بمب در نظر گرفته شده بود همون عدد دو بود. بمب خنثی میشه. بنابراین جابر تو بازی میمونه. بریم برای رأی‌گیری از سر صحبت که آقای عرفان بوده و به خانم ساری خواهیم رسید. با پنج رأی و بیشتر کسی وارد دفاعیه خواهد شد. از سر صحبت عرفان هفت داخل دفاع. حامد صفر. امیرحسین یک. جابر یک. سروش یک. سارا یک. امین دارابی صفر. عسل صفر. اماد چهار. سایه صفر. تک دفاع آقای عرفان بفرمایید. خوب گوش بدید چون شهروندید از بازی خارج میکنید. دیروز قرار بوده دو نفر دفاع بکنن تو این بازی شده رأیشون چهار چهار. مشخصا که من تو این بازی یار نداشتم چون خودتونم توی کسایی که رأی دادن با آقای سروش مافیا ندارید. چون مشخص که مشخص دو این آقای جابر با من تو بتل بوده. به نظرتون شما من مافیا من که خودم سفت کنم بمو بستم بپخش رمزو گفته یه دونه رای بهش ندید. یارای قیور من یه دونه رای نده این آقای مافیا بیاد بالا. رمزو گفته خونسا کرد. متوجه اید مافیا بوده پلنشون این بوده که من عبازی بکنم بیرون شهروند که بیرون. من خیلی دیل سالمی تو بازی کردم. خیلی دیل سالمی کردم. گفتم تارگت منو بکنید بیرون چهار چهارش کردید گان بخوره تو سر من. این کارو نکرد. ایراد نداره. ایراد نداره. من فقط یکی دو تا شهروند میخوام که به من رأی ندن چون من بعد امشب رو تو بازی بمونم. داش فکر کردیم مثلا زودیاک چیزی گرفتین ها توی شب برنامه‌ت این بوده که فردا بریزین سر عرفانه بکنین شون یه ساید منفی خارج کنین. من تو این بازی شهروندم. امشب بعد تو بازی بمونم. این آقای عماد داره نقش یار فرضی اون سرکار خانم و من رو بازی میکنه. یعنی شما سطح پلی تو اینقدر باشه متوجه باید بشید اون داره نقش یار فرضی بازی میکنه. ممنونم. دفاعی هستو شنیدیم. یه نفر تو دفاعی هست. رأی‌گیری مجدد برایش تو روز روشن انجام میشه. از بین شما نه نفر همچنان اگر پنج رأی و بیشتر بیاره بازی رو در همین لحظه ترک میکنه. کسایی که علی‌رغم دفاعی که از عرفان شنیدن میخوان اینجای بازی ایشون رو به بیرون بازی هدایت کنن بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. یک دو سه. هفت رأی آوردی وصیت. امشب قرار بود من توی بازی باشم نذاشتید. آره من تراپیست بودم بمبمو گذاشتم جلو تارگت مستقیم. من موزه نداشتم یه نفر از بازی خارج بکنم. نه آیم نیسته وصیت میکنم توی این بازی بعد از اینکه آقای امیرحسین رو بیرون کردید میرید سراغ بقیه. فقط آقای امیرحسین رو تو بازی بیرون میکنید. کس دیگه ای رو تارگت نمیزنید.
چون دیروز سیم سایت با من میخواسته به سروش رای بده، با دست من رای داده آریان رفته بیرون. خسته نمیشه. مرسی، تشویقش کنیم بازی بره. به شب شماره دو، اولین شب زوج زودیاکی میریم. ماسکاری صورت شب میشود. ماسکاری صورت، ماسکاری صورت. ماسک ها روی صورت. کل اعضای مافیا بیدار، شور و مشورت، شات به دست آل کاپون یا اولین مافیای نقش‌دار و بعد آل کاپون. بوم که یک بار استفاده شده شعبت بازی داریم آیا اگر تو بازی هست؟ شور و مشورت نهایی مافیا ها با هم. بخوابن اعضای مافیا، مافیا ها خواب. دکتر سیف ممنونم، بخواب دکتر. کاراگاه استعلام. حرفه ای شات. توفنگ دار، توفنگ. متوجه شدم، بخوابه. زودیاک شب زوجه، اگه تو بازی هستی شات. اوشن به تنهایی، یار به یاراد اضافه میکنیم. نفر یک دسته رو، یک دسته کسی که داشت میکنم از حالا به بعد با یاران اوشن بیدار خواهد شد. دسته رو جمع کنید، کل یاران اوشن بیدار. شور و مشورت، راجع به نقشاتون نمیتونید صحبت بکنید، فقط هست به گمانهای زدیاکی چهار شهروند بیرونن، بنابراین در جمع هفت نفره شما دو مافیا و یک زودیاک هنوز نشستن و به همراه چهار شهروند، چهار تا شهروند، سه تا سیاه شامل دو مافیا و یک زودیاک. سر صحبت اونجا بوده، دو تا میاد جلو. امیرحسین ابتدای صحبت، حامد انتهای صحبت. بفرما آقا، چالش کسی میخواد؟ ببین که شوترین زرگری تاریخ بود که من دیدم. سارا میگفت اماد بره، درسته؟ اولین جایی که ما به سارا تارگت دیروز همه به این مافیای رای دادیم، سارا و اماد با هم به این رای ندادن، رسیده به اماد.
این عرفان با سارا به اون رأی دادم، اون که واضح خشابش خالیه تو دک، واضح با نقش. حالا سارای مافیا با احتمالاً با اون نقش می‌خواسته چه نقشی رو نگرده دیشب؟ خیلی فازه. امروز که رأی بدیم به آقای عماد، می‌خوای عماد تا آخر نگردم تو رو امرو بکنم بیرون؟ فرقی نمی‌کنه. امروز رأی بدیم به آقای عماد، یک مافیا دیگه دک کم میشه. حرفه بازی خیلی واضحه که باید می‌زدی بین اینا. یا زودی یا که بازی تو که باید با اینا یه دونه‌شون رو می‌زدی حداقل. سارا من منفی بازی ام، دیشب خانومو شات کردم که فقط داشته تو ریج میکرده، میخوام رو فقط تو رو بخورم. چالش حامد صحبت کن. دیروز اما توی دفاعیش داشت میگفتش که چرا جابر رو رأی نمیدین، بمب و خونسا نکرده. من فکر کردم داره زرگری با این میزنه. خب بعد که اون بمب و خونسا کرد فهمیدم محافظ نیست، زودیا که اومد یه شهر رو زد. من احساس میکنم اون کاراگاه بود، چون موقعی که بعد از من و امیرحسین بلند شد گفت قطعی این مافیاه. خب زودیا که به نفع خودش کار کرد به ضرر ما. حالا ما بعد الان دو تا مافیا بدیم بیرون، یه زودیا کم بدیم، ولی باید قطعا دیگه حداقل زودیا یه دونه مافیا میزدی دیگه. چرا نزدی اون شو مافیا رو؟ حالا امروز من میگم الان فعلا اونو قطعی رو بدیم بیرون، اونو بدیم بیرون، بعد تا نفر بعدیش هم پیدا بود. آقا من نظرم اینه که امروز خانم سارا از بازی بره بیرون. من نظرم اینه. ببین بین شما دوتا یه دونه زودیاک که تحویل من میدین. نه اصلا هیچ صحبتی نداره، تموم شد دیگه. بین شما دوتا یه دونه زودیاک خودتون تحویل من میدین فردا. امروز رای میدین خانم سارا، فقط میخوام ببینم تو چی داری بگی. الان کسی هست منو مافیا داشته باشه؟ اون خانم سایه اوشن بوده دیشب منو بیدار کرده. تنها یار اوشن منم. هیچ اوشنی هم دیگه تو بازی نیست. کسی میتونه نقض بکنه؟ امروز رأی میده خانم سارا از بازی بره، بین شما دوتا قطعی زودیا کس. اوج وقاحت میدونین کجاست؟ جایی که تو با چک و سفته من نشستی تو بازی، فکت شهروندی تو من آوردم. اولین تارگت رو زدم گفتم سردست بره بیرون. اون آقا فکت رایگیری رو آورد، همتون مافیا داشتیم، بلا فاصله بعدش چالش گرفتم گفتم فکتای رایگیری که داری میاری اشتباه، تو هم مافیایی. هر کیو تارگت کردین اولین نفر فکتش رو من آوردم. امیرحسینا اینجای بازی میگی زودیاک، من بهش گفتم از اول بازی من گفتی بین این دوتا یه زودیاک نشسته دیگه، لایک دادی. به من که خیلی خوشحال میشم حقیقتاً بازیتون برم بیرون، چون شما متوجه یه سری چیزا نمیشین. مثلا تو اگر حتی مستقلم هستی یا شهروندی، یه جایی عبازی اگر تو شهروندی وقتی به امیر حسین و اون آقا باختین میایین بیرون بازی، اون وقت میگین که من خیلی بد بودم. تو که اوج وقاحتته. امروز دارم حرف میزنم، امروز رأی میدین من عبازیتون میرم بیرون، دوتا مافیا میمونه تو بازیتون، یه دونه زودیاک میمونه، شهروندام ایشالله ببازن. آقا تو میدونی چه روزک داشتی تارگت میخوردی؟ ما داشتیم درست بازی میکردیم، یه مافیا زدی زیر بغلت داشتی باش میرفتی. ما داشتیم درست بازی میکردیم، تو اونو زدی زیر بغلت اولین نفر، گفتم فکت شهروندیشو بیار. یادت میاد؟ رفیق به نظرت من با نقش مستقلی فکر کنم بالای 200 بار با من بازی کردی. من با نقش مستقلی به نظرت گردم میگیرم کسیو؟ من کاینم خودمو دارم میگم با نقش مستقلی. بعد شو میگم من به تو رأی دادم تو رو بکنم بازی بیرون. سارا که مافیای بازی واضحه، اونو ببین، اون میخواد تو رو بکنه، تو اونو گذاشتی لادر. یاد بگیر بازی مافیا، اون داره توی خشاب خالی ها بازی میکنه بیرون. نه سارا نره بابا، درست بازی کنی. چالش من چالش ندارم، بعد از من سوش، بعد مافیا که چالش. دوستان این بین شهروند تخت چی بگم آقا؟ خیلی با ناکن دوتا مافیا که سارا که اصلا سارا تو مثلا شهروند، یعنی الان دعا کرد که شهروند به بازه جاله. میدونی چرا باختی؟ یعنی تو پوزیشن مافیا، چون که اون یادت به من گفته شو شهروند، تو هم یه یادت رو گردن گرفتی، این اشتباه بازی شما بوده، باید تارگتش میکردی. اصلا برای چی فلان و اینه؟ نه که بگی آره سروش هم برای من دفاع کرده فلان. ناکن اون مستقل بازی خودش اون پلن شبش رو گفت. به نظر من فکر میکنم حامد شارزایی که بلند شده یه شهروند زده که دوتا مافیا تو بازی بمونه و با این مافیا رو پای بزنه یه جایی بازی برسون به اون دو نفر، که فکر نکنم برسه. امروز که رای میدیم به خانم سارا که میخواد بره، بعد رای میدیم به نشون، بعدم
ببین آقا اگه بازی رفت تو وضعیت قرمز امروز که سارا رو میدیم بیرون. این احتمالا پیور شهرونده. بین حامد و عسل و اماد بازی در میارین. امین دارابی قطعی شهرونده بازی. حالا تو تنها آدز بردی که مثلا میتونی فیدبکی داشته باشی اینه که زودیاک رو با ما معرفی کنی، چون من حس میکنم شب ببین این آریان که رفته بیرون قطعی تفنگ داره بازی. خدایی داری میگی؟ فقط چی شد که سارا میگه سارا میگه این باید بره بیرون میگه دیسلایک سارا باید بره بفهم بچه ها من واقعا قبول امیرحسین اگر شهرونده دلم میخواد از بازی واقعا بره بیرون، چون اگر واقعا دیسلایک نده من روز یک تام میگم چون واقعا متوجه نمیشین که مافیاییه که سعی میکنه منو زیاد کنه. اگر تو متوجه میشه خیلی بدی، خیلی بدی، دیگه مافیا بازی نکن واقعا امیرحسین، افتضاح بازی. اگر مافیایی بازی که نمیفهمی هر روز تو با چک و سفته من نشستی تو بازی، حالا واقعی شدی صورت من میگی سارا مافیا، من که میفهمم چیه که داری کاورش میکنی. اگر میخواستم که راحت از بین تو شات میزدم مافیا بودم. مثلا فکر کنم من کنسای تو رو میخوام تو رو تو بازی نگه دارم که تو بخوای منو تارگت کنی. امروز رای میدین این آقا میره بیرون تا من تکلیفم و شما هم، چون خیلی بازی افتضاح اگر شهروندی که نیستی. ممنونم نفر بعد. چی دیسلایک میدونم دادم به سارا. امین درابی تو فقط اومدی به صحبت حامد که زودی یک چرا فلان کرده خورده گرفتی فکر کردی بهش، منم بهش فکر کردم، ولی تو چرا خوردهشو گرفتی که الان مثلا بخواد؟ ببین من که زودیا که بازی نیستم، احساس میکنم امیر حسینم نمیتونه باشه به خاطر اینکه اصلا با نقش مستقلی لزومی نداره خودش رو جلو مافیا بندازه که یا ببندنش یا بخوان شاتش کنن که درش بیارن که مثلا تو شب نمیره. من امیر حسین رو ندارم. بین حامد و امین دارابی هم چون تو فقط خورده گرفتی به سناریوی شب زودیاک، خب و اینکه شاید هم مثلا اوشن اگر تو رو بیدار کرده باشه شاید مثلا دیشب سیف شات مافیا سیف شده، خب اوشن هم یه دونه بیدار کرده، مثلا اون جابر هم شات زودیاک بوده، یعنی همچنان آدی اصلا واسه تو نذارم. باشه پس من زودیاکم از بین شما دوتا پیدا میکنم، این دو نفرم فرقی نمیکنه هر کدوم رو خواستیم و میدیم میره بیرون. بعد من صحبت بکنم بچه ها، میخوام با وقاحت با تون صحبت بکنم، خیلی راحت قضیه با وقاحت. من تو ساید مافیا میخوام بهتون معرفی بکنم کسی که خیلی دیالوگش تابلو بود که مستقله، فقط نمیخوام متوجه بشین اوشن باش بلند شده تیره ما هم نشسته، ما اونو نزدیم. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید ما داریم روش پارو میزنیم، شما متوجه نشین. با وقاحت بهتون دارم میگم، شما منو مافیا دارین، دارم با وقاحت باهاتون بازی میکنم. خیلی راحت همه چی. حالا گوش ندین، حالا گوش ندین، شات ما نشسته، حالا بازی کنید. شما منو مافیا دارین، من میگم شات هم نشسته. شما امروز فقط منو میدین بیرون، سارا نمیدین بازی بیرون. دیسلایک. آخه چند دکتر گرفته حالا اشکال نداره. خانم اصلا شما شهروندی؟ بی باک شهروندی. من که حرف بدی نزدم، میگم ما این دو نفر رو میدیم بیرون، بعد احتمالا حامد میتونه مستقل بود، همینو گفتم. الان چرا فکر میکنی ذهن من مثلا میخواسته هم بزنه یا دنبال چی بودم و اینا؟ اصلا بین نداریم اینجای بازی، فقط باید موردی بگیم، مثلا بگی این امیر حسین مثلا مستقل، امین بین نداریم، یکی رو باید تعیین کنی بدیم بیرون. امروز سارا رو بدیم بیرون. نه خدایی چالش نگید. بعد من صحبت کنم. ببین حالا اینکه این داره کنسمون میده که اینو زده یا نزده، خب یا شاید داره راست میگه زده یا نزده، یا اینکه این داره میگه آقا اون منو بیدار کرده چون کسی دیگه مدعی نشده که تو اوشنه، یا اصلا شاید ستا یار اوشن بیدار شدن من که تو اوشنم بیدار نشدم، یه تو شب یه موزم به ما ندادن اینجا، نه تفنگی بوده نه اوشنی بوده، چی یه موز هم اینجا به ما ندادن، کسی بگه آقا گرداننده یه دونه موز داده بهش. امین دارابی من اگه مافیا بودم بلند چیز، من اگه زودیاک بودم بلند شدم جلوی این مافیا رقص مرگ کردم، شب منو نبندن یا مثلا بخوان تو روز بخوام به من حجه وارد کنن، اصلا سمت من نیا. و اینکه احتمال میدم الان همین کره ای که گرفتی اصلگو اصل تو داری میگه بین ما، من قطعی شهروند بازیام، زودیاک هم نیستم، تو سه نفر هیچ کی با من دست نده، اگه به سه نفر رسیدیم من که شهروند بازیام. پس احتمالا یا سروشه یا اونه زودیاکه. تو چرا به اون دیسلایک میدی؟ تو چی میدونی از اون که دیسلایک میدی؟
آها زودیاکان پشت هم ها؟ چند تا داریم؟ یارای زودیاکی هم ببین حامد، من یه چیزی راجع به این گفتم، تو هم حرف منو تایید کردی که کاشکی تایید نمی کردی. تو رقص مرگ نکردی، تو یه تارگت داشتی، فقط با دست ما رأی دادی. رقص مرگو آقای امیر حسین کرده، تو فقط با دست تو یه دونه تارگتت اماد بوده، فقط با دست ما به عرفان و اینا تو فقط رأی دادی. درسته؟ حرف خیلی بلدی نزدی. ما که امروز رأی میدیم، حالا بعدم به حساب شما، حالا آخرای بازی اگه بودیم تو بازی حالا میرسیم. ولی من از این دوتا دیگه الان دنده عقب کشیدم، چون دیگه مشخصه فقط شما. ولی حالا امروز به کی رأی بدیم؟ به سارا یا به اماد؟ اوکی. بسیار خوب، 7 نفر توی بازی هستید، با 4 رأی کسی وارد دفاعیه میشه. از سر صحبت که آقای امیرحسین بوده شروع میشه و به حامد خواهیم رسید. امیرحسین رأی بدین. 0 سروش، 0 سارا، 0 امین، 0 اصل، 0 اماد، 6 رأی کامل داخل دفاع حامد، 0. آقای اماد تک دفاع بفرم. خب خیلی راحت با وقاحت کارم رو انجام دادم، حالا شماها بازی کنین. خیلی شوه، من یارمو سفید کردم وسط تو، حالا هر کاری دلتون میخواد بکنین. یه یار دیگمو که به تو معرفی نمیکنم، شما میگین دکتر داره، من میگم دکتر نه، نشسته شاتمون، شما بگین دکتر. من شب سروشو نزدم، اما سایرم نزدم. حالا میخواین چیکار کنین؟ سایه بلند شده با سروش، حالا سایه بیرونه، حالا میخواین چیکار کنین؟ شاتما نشسته دیشب، حالا هر کاری دلتون میخواد بکنین، اما یه جای بازی رسیدین با سروش دست ندین، چون میبازین به زودی. خیلی شوه بازی، حالا ادامه بدیم مسیر رو. مرسی، دفاعیشو شنیدیم. چون یک نفر تو روز روشن، کسی که رحم دفاع آقای اماد میخوان بهش رأی مجدد بدن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. 1 2 3 رأی کامل. وصیت؟ وصیتی ندارم، فقط با سروش دست ندین. اگه قرار شهر بره با سروش دست ندین. ای چی بگم دیگه؟ شب شماره 3 بازی میریم، ماسکاری صورت شب میشود. شب شماره 3 رو آغاز بکنیم. کل اعضای مافیا بیدار، شور و مشورت. شات انتخاب شعبده باز. شور و مشورت نهایی مافیا با هم. متشکرم. بخوابن. دکتر سیف متشکرم. بخوابه. کاراگاه استعلام. بخوابه. حرفه‌ای شات. متوجه شدم. تفنگدار، تفنگ. متوجه شدم. شب زوج نیست، شب شماره 3. اوشن هم از همه فرصتش استفاده کرده، بنابراین کل یاران اوشن بیدار. فرصت شور و مشورت. بخوابن یاران اوشن. یاران اوشن بخوابن. حالا من روز خواهد شد. 5 4 3 2 1 اعلام روز. چشم‌ها باز. خداحافظی میکنیم با 1 نفر. خانم عسل رو تشریف کنید از بازی میرم. 5 نفر تو بازی موندید، استعلام هم ندارید. سر صحبت دوتا بیا جلو. سارا ابتدای صحبت، سروش انتهای صحبت. بفرمایید. خیلی خوب.
آقا امروز آقای حامد شاهرزا از بازی میره بیرون. شب زودیاک. پس تو زود منو دنبال زودیاکم. نه میگی نداری. من حامد شاهرزا رو زودیاک دارم. اصلم شهروند بوده دیگه. چون نه حرفه‌ای کار خاصی کنه. آقای حامد سارام که تک مافیای باقی مونده بازیه. از این دیگه ذهنم بالاتر نمیتونه بره. تو زودیاکی، اگر تو میگی اون نره پس تو باید بری. من دنبال زودیاکم امروز. من نمیخوام فردا دو تا شات بشینه. آخه مگه میشه انقدر تو بد باشی سروش؟ واقعا مگه امکان پذیره؟ نه واقعا میخوام بدونم مثلا مگه میشه اصلا فکرم میکنی؟ نه نمیکنی. تو شهروندی، این شهرونده، من شهروندم. امیر حسین از نظرم میتونه مافیا یا زودیاک باشه، اگر نباشه اون یه منفیاتون، یک مافیاتون و یک زودیاکتون اونجاه. اگر امروز به من رأی بدین بازیو باختین، میفهمی چی دارم میگم احتمالا. پس برای همین امروز تصمیم میگیرین، هیچ فرقی نداره یکیشون شات داره، یا به این رأی میدین یا به اون رأی میدین، تصمیم بگیرین ببینین چی کار میخواین. بعد از من صحبت. تو امروز همراه ما رأی بده به حامد. خیلی ساده است. به حامد رأی میدی و تو الان شهروندی فکر میکنی با اون چیز؟ ولی من امروز با دست تو رأی میدم، رأی میدم به حامد شاهرزا فرا. درسته؟ حامد تو اونجا تعیین کن مثلا به کی تو میخوای رأی بدی. مافیات کیش؟ اون مستقلت کیه زودیاک؟ بعد شاید تصمیم همشد با تو رأی دادم، چون من هیچی آگاهی ندارم. این شهر خیلی عجیبه. بین شماهای دیگه مستقل دیگه، این که میگه نیست پس توه. آقا من که ذهنم خیلی شهروندیه، من میدونی چی دارم میگم؟ من ذهنم میگه شاید 1%، 1%. اون مافیا راست داشته میگفته 1%. تو فکر کن اینو شهروند امروز میکنی بیرون؟ آقا 1% دارم میگم من که امروز. خب پس رأی میدم. اوکی من ببین ذهنم اینجوری داره. آقا یه دقیقه گوش بده این حرفو ببین میزنم. میگم فکر کن 1% این باشه یا من باشم زودیاک. اون مافیا یه شات بزن زودیاک، یه شات بزن صبح یک به یک برده. امروز به من رأی که آقا من که واضحاً دارم درست بازی میکنم. خب یه مافیا اومده تو دفاعی یه حرفی زده، نباید به شکام. من که خودم تو را از دست پای اونجایی که با اون گفتم شهروندی رأی میدم. من چرا باید الان مثلا بلم بیاد اگه زودیات اون بره بیرون؟ تو هم مافیای شوی تو دک. ببین امیر حسین دقیق گوش بده. امین دارابی اگر شهروندی رو من قمار نکن، چون من شهروندم. برم بیرون شما چهار تا میمونید، یه دونه مافیا میزنه یه زودیاک، فردا زودیاک میبره. ولی اگر یه دونه مافیا رو فرزند بدیم بیرون، خب زودیاک یکی میزنه فردا کیاس میشه. این نمیخواد قبول بکنه، این میخواد من شهروند رو بده بیرون، یه دونه خودش بزنه یه دونه مافیا. من چیزی که تصورمه این شهروند خودم، شهروندم توام، شهروند این دوتا، یکیشون مافیا یکیشون زودیا، که سارا الان اومده شما دوتا رو واسه خودش میخره. من که قطعی شهروندم، همین الان برم بیرون قطعا بازی رو شهر میبازه، زودیاک بازی رو میبره. پس ما ببین تو اصلا فکر کن من زودیاکم اون مافیاه. خب یکی مون شاد داره دیگه، رو من قمار نکن، مافیاه رو بده بیرون. من زودیاک شب یه شاد میزنم فردا کیاس میشه. اینو بهت قول میدم. همین بگو داداش، میخوای بعد از حرف ظرف من بشنوی؟ آقا حرف بدی نمیزه. من اگه زودیا که منفی باشم که خوشحالم، میگم این شهرونده اون مافیای میره بیرون، شب یکی از شما دو تا رو میزنم بازیو میبرم یک به یک. تو که شهروندی، تو که اولین لینک بیدار شدی. من اونجایی که اون تارگت خود دیسلایک دادی فهمیدم. من میگم آقا ذهنم میچرخه وقتی یه مافیا میگه لینک دور ما شات نکردیم اون رفته بیرون. حرف منطقیه. این زودیا که اون مافیاه، مافیا رو امروز بکن بیرون. این زودیا که فردا منو میزنه تو کیاس پاش دست نده. ولی اگه 1% حرف مافیا درست باشه، یکی دیگه زودیا که بازی باشه، یه شات مافیا یه شات تموم میشه. من که خیلی شهروندی دارم بازی میکنم، که من اگه منفی باشم که خدا میگم این شهرونده بره بیرون، اونم که شو مافیا یه شات میزنم یک روز بازی بردم. ناکن تو الان خیلی عجیب داری رفتار میکنی. تو ذهن شهروندی با من یکی باشه فرقی نکنه، باید همراه من بگی مثلا حامد بره بیرون. ولی ذهن مریض من میدونی چی میگه؟ فکر میکنم میگه مثلا تو مافیایی، اون زودیاک هست، تو میخوای مثلا امروز اینا بدی بیرون، تو شب بزنی مثلا به زودیاک و با ما ببری دو به یه کاری میخوای بکنی. من نمیدونم، میخوای بازی به کیاس برسونی، حسم بر اینه. ولی امروز فقط حامد شاهرزا میره بیرون، تو باید همراه من رأی بدی. ممنونم. بذار سارا صحبت کنه. چالنج سروش داره میده به سارا.
سارا تو خود نفر اول صحبت بفهم. ببین امین، من که میدونم تو شهروندی، حتی اونجایی که با سروش آلین کردین رو من بازم وقتی تارگت میخوردیم به شماها دیسلایک میدادم. شماها شهروندین، یه مافیا میخواد یه شهروند بکنه بیرون، یه زودیاک هم میخواد یه شهروند بخوره، تهش دو تا شاتشون رو بزنن برنده بین خودشون باشه. امیرحسین حرفش چیه؟ داره میگه من که خیلی برایندام درست بوده، من که پشت دست شماها بازی کردم. امیرحسین منو که نمیتونی کنسه بدی، من خودم به تو بازی یاد دادم. امیرحسین منفیه بازیتونه، حامد منفیه بازیتونه، اجماع ولی روی یه نفر پخش نشه. میگی حامد، حامد امروز رای بده میره بیرون، فردا امیرحسین میره بیرون. هر جایی که تو یا تو نبودی به من شک نمیکنین، منفیتون اون یکی، دست نمیدین با اون یکی اگر من نبودم. ببین یه لحظه بیا با هم یاداوری بکنیم. تو روزی که ما عماد وقتی کلیم کرد که مافیاست، امیرحسین قدس فشارش رو این بود که سارا از بازی بره بیرون. تو اون روزی که من توی قره مرگ اومدم، سارا من رو کاوره که امیرحسین قدس من رو ساید بسته بود. برام پوینت های منفی تو میشوارم. حامد شاهرضا هیچ جا توی بازی وارد چلنج ها نشد، توی سایه بود. گوش بده دیگه، تو شهروندی امروز برو بیرون، عیب نداره، تو شهروندی امروز برو بیرون. وصیت میکنم، عیبی نداره، فعلا به این بگو شهروند امروز به کیاس رسیدی، با قدس دست نده. این وصیت من. نفر آخر بودن، 6 نفر توی بازی هستی با لطفاً 5 نفر تو بازی هستید، با 3 رأی کسی وارد دفاعیه میشه. حواستون به رأی‌گیری باشه، جا نمونید. از سر صحبتی که خانم سارا بودن شروع خواهد شد، به آقای سروش میرسه. بریم برای رأی‌گیری. سارا 0، امین 0. دستتو بیار پایین که من اذیت نشم تو رأی‌گیری، وقت مناسبه. حامد 4 داخل دفاع، امیرحسین 0، سروش تک دفاع. آقای حامد بفرمایید. ببین سروش، تو که تابلو الان زودیه که بازی، من به تو میگم به من چالش بده، من میخوام بگم تو 5 نفر به هیچ کی رأی ندی که شب یه دونه زودیاک بزنه، یه مافیا فردا کیاس بشه. تو به من چالشو نمیدی، منو من شهروند آوردی توی دفاع. آقا رأی ندین، رأیاتونو بندازین حداقل از توی شماها. الان اینجا دوتا شهرونده، دوتا شهروند رأی نمیده، شب یه دونه مافیا میزنه یه دونه زودیاک، فردا میشه کیاس. تصمیم میگیرین که آقا به شهروند دست بدین یا به مافیا دست بدین. شاید حداقل زودیاک اومد مافیا رو زد، نکنین این کارو. من برم بیرون، شب یه دونه زودیاک میزنه یه دونه مافیا، کیاس نمیشه، کیاس نمیشه. رأی ندید، بذار شب یه دونه زودیاک بزنه یه دونه مافیا که تو 5 نفر فردا کیاس بشه. در غیر این صورت کیاس نمیشه. من میخوام اینو چالش بگیرم، بگم به من چالشو نمیده، پس این میخواد خودش بازی رو ببره. به من رأی ندید، بذارید بریم فردا کیاس. شنیدیم حرکت آقای سروش در دفاعی، من یاد خاطرات بچگی بذار در 60 اینا، آینه و گوشامونو میگیریم نمیشتم چی میگی اینا. بله بله، بسیار خب. یک نفر تو دفاعیه بود، از بین شما 4 نفر همچنان باید 3 رأی بیاره تا اینجا بازی رو ترک کنه و با کمتر از این میزان، یعنی 2 و کمتر، تو بازی میمونه. هر کی برای خودش فکراشو بکنه. کسایی که علی رغم دفاعی که از حامد شنیدن میخوان ایشونو به بیرون بازی هدایت کنن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. 1 2 3 رأی کامل آوردی حامد، وصیت. شهروند قطعی این بازی رو میبازه، چون من شهروند بازی بودم. بهتون گفتم شهروند دستشو بالا نمیاره، ولی دستتون آوردین بالا. حالا فردا ببازید، به زودیاک بازی ببازید، چون زودیاک امشب نمیره بیرون. یه دونه مافیا الان میزنه یه دونه زودیاک میزنه، مگر اینکه شات مافیا نشینه. تشویقش کنیم از بازی بریم. به شب شماره 4 میریم، شب دوم زوج و دومین شب زودیاک. ماسکال روی صورت، 4 نفر ماسکال روی صورت، بازی ادامه داره. کل اعضای مافیا بیدار، شور و مشورت، شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقش داره بعد آلکاپون. ممنونم انتخاب شعبد باز، متشکرم. بخوابن مافیا. دکتر سیف کاراگاه استعلام. حرفه‌ای شات، متشکرم. تفنگدار تفنگ، متوجه شدم. زودیاک اگه تو بازی هستی شات شب زوج.
بخوابه. اوشن و یارانش بیدار، شور و مشورت. بخوابن یاران اوشن. حالا من روز خواهد شد. 5-4-3-2-1 اعلام روز. چشم ها باز. در پی وقایع شب چهارم بازی خداحافظی میکنیم با یک نفر، خانم سارا که تو بازی میمونن. یه وقتشه دیگه، زیاد این روزو دیده بودی تا حالا؟ نه بودی؟ وقتشه دیده. تشویق کنیم امین داراوی تو بازی بمونه. تمومه بازی. خداحافظی میکنیم با امیر. خیلی خوب. پس در پی وقایع شب چهارم بازی خداحافظی میکنیم با یک نفر، آقای امیر حسین زودیا. خیلی تباهی. چقدر ضعیف.